به گفته منابع رسانه‌ای، ارتش پاکستان نیروهای امنیتی پاکستان روز جمعه در یک عملیات اطلاعاتی در منطقه وزیرستان شمالی خیبر پختونخوا دو تروریست را کشتند. گفتنی است این دو نفر از سنی‌های تندروی کشته شده در بسیاری از فعالیت‌های تروریستی در منطقه از جمله کشتار هدفمند غیر نظامیان بیگناه شرکت داشتند. در ادامه ارتش پاکستان تأکید کرد نیروهای امنیتی پاکستان مصمم هستند تا خطر تروریسم را از کشور پاک کنند. در پایان گفتنی است پاکستان در سال گذشته شاهد افزایش فعالیت‌های گروه‌های سنی تروریست تحریک طالبان پاکستان به ویژه در منطقه خیبر پختونخوا و بلوچستان بوده است. یک سازمان رسانه‌ای غیر انتفاعی به رهبری زنان به نام پاسبلو از عدم دسترسی زنان در افغانستان به مراقبت‌های بهداشتی و تأثیر آن بر افزایش مرگ و میر مادران خبر داده است. این سازمان اظهار داشت در افغانستان زنان در راه رسیدن به بیمارستان یا داخل آن جان خود را از دست می‌دهند. در همین راستا این رسانه در گزارش خود تصویری از بیمارستانی در کابل منتشر کرد که چند بیمار در آن تخت مشترک دارند. در ادامه این گزارش می‌افزاید کنترل طالبان بر افغانستان میزان مرگ و میر مادران را افزایش داده است. در پایان گفتنی است افغانستان با کمبود انواع مختلف متخصصان پزشکی مواجه است و بر اساس گزارش بانک جهانی حتی قبل از اینکه بسیاری از پزشکان از کشور در سال 2021 فرار کنند افغانستان کمترین تعداد پزشک را به ازای هر 1000 نفر در آسیا داشته است. امروز در بغداد مراسم تحویل پیکر 172 شهید حادثه انفال که اکثریت آنها کودکان شیرخوار و زن بودند پس از تکمیل معاینات پزشکی قانونی با حضور تعدادی از شخصیت‌ها و مقامات از جمله ریاست جمهوری، بنیاد شهید، وزارت بهداشت، اقلیم کردستان و خانواده‌های شهدا برگزار شد. گفتنی است بقایای شهدا در یک گور دست جمعی در منطقه الشیخیه در صحرای سماوه در استان المثنى پیدا شده بود. شاید ذکر است رژیم گذشته عراق در حمله‌ای به کردستان که انفال نامیده بود هزاران روستای کردنشین را در اقلیم کردستان تخلیه و تخریب کرد و موجب ناپدید شدن هزاران نفر شد. ناپدید شدگان بعدها در گورهای دست جمعی در بیابان و یا مناطق دورافتاده در جنوب و مرکز عراق دفن شده بودند یافت شدند. وزارت مهاجرت کانادا اعلام کرد که اولین دسته از پناهجویان افغانستانی در سال 2024 از پاکستان به کانادا منتقل شدند. این وزارت در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشت که 295 پناهجوی افغانستانی با یک پرواز چارتر از پاکستان وارد تورنتو شدند. در دو سال گذشته کانادا هزاران پناهجوی افغانستانی را از پاکستان، تاجیکستان و امارات متحده عربی به شهرهای خود منتقل کرده است. به گفته این وزارت کانادا به حفاظت و اسکان مجدد گروه‌های آسیب پذیر از جمله زنان در شرایط ناامن، اقلیت‌های مذهبی و قومی، پناهجویان روهینگیایی و مدافعان حقوق بشر ادامه خواهد داد. دیدبان حقوق بشر در گزارشی دولت هند را متهم به محدود کردن آزادی بیان و آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز کرد. به گزارش رسانه‌های محلی کشمیر، دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک مقامات هندی را به محدود کردن آزادی بیان، اجتماعات مسالمت‌آمیز و سایر حقوق در جامو و کشمیر که به طور غیرقانونی در سال 2023 اشغال شده است، متهم کرد. در این گزارش دیدبان حقوق بشر مدعی شد
دولت مودی منتقدان و مدافعان حقوق بشر را بر اساس اتهامات جعلی تروریسم دستگیر و به قتل می رساند. دیدبان حقوق بشر در ادامه اعلام کرد که در زمان نخست وزیر نارندرا مودی دموکراسی هند به سمت خودکامگی حرکت کرده است و اقلیت‌ها را هدف قرار داده و آنها را سرکوب می کند. گروه وکلای حامی دموکراسی در سودان اعلام کردند در بمباران‌های پایتخت سودان دست کم 33 غیر نظامی کشته شدند که بیشتر این تلفات در حملات هوایی گزارش شده است. گفتنی است تعداد کشته ها در درگیری های سودان بین ارتش و شبه نظامیان نیروهای واکنش سری در حال افزایش است. گروه وکلای حامی دموکراسی روز پنجشنبه اعلام کرد آتش توپخانه ارتش 10 غیر نظامی را در یک منطقه مسکونی در خارتوم کشته است. در همین راستا ژنرال عبدالفتاح برهان فرمانده ارتش سودان توافق نامه امضا شده بین نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی و گروه‌های سیاسی را رد کرد و اظهار داشت که به جنگ 9 ماهه خود ادامه می‌دهد. خالد خیارا دستیار دبیر کل در امور خاورمیانه و آسیا و اقیانوسیه ضمن ابراز نگرانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت وقایع روز پنجشنبه نشان می‌دهد که منطقه در مسیری خطرناک است که می‌تواند میلیون‌ها نفر را در یمن تحت تأثیر قرار دهد. شاین ذکر است این شورا 15 نفره یک روز پس از آن تشکیل جلسه داد که آمریکا و انگلیس با حمایت استرالیا، بحرین، کانادا و هلند حملات هوایی علیه اهداف نظامی در مناطق تحت کنترل شیعیان حوثی در یمن انجام دادند. از سوی دیگر گروه شیعیان حوثی که گفته بود که کشتی‌های مرتبط با اسرائیل را در همبستگی با مردم غزه هدف قرار می‌دهد گفت که آمریکا و انگلیس بهای سنگینی برای این کار خود خواهند پرداخت. خیارا افزود ما از این شورا می‌خواهیم که به تلاش‌های خود در تعامل فعال با همه طرف‌های ذی‌نفع ادامه دهد تا از تشدید بیشتر تنش‌های منطقه‌ای یا تضعیف صلح، امنیت و تجارت بین المللی در منطقه جلوگیری شود. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که این کشور شبه نظامیان کرد در عراق و سوریه را هدف قرار داده است. بر اساس گزارش اخبار شیعه به نقل از آناتولی، این حملات روز شنبه 13 ژانویه در منطقه پنجه قفل در شمال عراق انجام شده است. گفتنی است این حملات یک روز پس از حمله بر یک پایگاه نظامی ترکیه در عراق صورت گرفت که در پی آن 9 سرباز کشته شدند. لازم به ذکر است ترکیه اغلب حملاتی را علیه اهدافی در سوریه و عراق انجام می دهد که معتقد است به حزب کارگران کردستان یا پکک وابسته هستند. بر اساس داده‌های اولیه سازمان بهداشت جهانی 4000 مورد مرگ با وبا و 667000 مورد ابتلای این بیماری در سراسر جهان ثبت شده که نشان می‌دهد این آمار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. گفتنی است آفریقای جنوبی و هایتی در این میان بیشترین آسیب دیده‌ها گزارش شدند. در همین راستا سازمان جهانی بهداشت تجدید حیات جهانی وبا را به عنوان یک مورد اورژانسی درجه 3 دانسته که بالاترین سطح اورژانس بهداشت داخلی به حساب می آید. لازم به ذکر است شیوع این بیماری در مالاوی و هایتی به شدت مرگبار بود، به طوری که تعداد تلفات به ترتیب به 1771 و 1156 نفر رسید که بدترین شیوع در تاریخ مالاوی محسوب می شود. در پایان گفتنی است وبا یک بیماری باکتریایی است که از طریق آب و غذای آلوده منتشر می شود و باعث اسهال و استفراغ فراوان می شود.